بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنام آن که بر ما عقل و دین داد، به ما توفیق خیری این چنین داد، سپاس و حمد دایم آن خدا را که نعمتهای بی حد داد ما را. درود و هم سلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت، به آل و صحب آن فخر دو عالم، به هر روز و شبی هر آن دم آدم، خصوصا بر روان چار سرور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، که هر یک کوکب برج خلافت درود حق بر ایشان بی نهایت. خدایا هرچه داریم از تو داریم، به جز تو از کسی چیزی نداریم، به ما بخشیده ای هر گونه نعمت، به ما هرگز نشاید از تو غفلت. تمام هستی ما از برایت، تن و جان و روان ما فدایت. ندانم من چه چیزی بهرمان به، خداوندا به ما آن ده که آن به. به ما و شافی رحم کن ما را ببخشا، تو دستمان گیر و هم عفومان بفرما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان این بنده ناچیز جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن همچنان که رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام فرمودند، سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند به فضل و منتش رسیدیم به آیه 8 که جلسه دوم را میگذرانیم از سوره یوسف علیه و علی نبینا السلام. و
خدا را شاکرم که به من شما توفیق داده که این شرف نصیب من بشود که برگرد کتاب خدا، برگرد بهترین سخن، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از نورش، از هدایتش، از راحل هایش، از خورشید معنویتش برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی حلقه بزنیم. و با تشکر از اینکه ما را مشرف به مهمان بودن در خانه هایتون نموده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را، قلوب و افکار و رفتار ما و شما را با نور علم و عمل، با نور توحید و قرآن و سنت منور بسازد و از ظلمت و تاریکی و سرگردانی بیدینی و بددینی و خرافه و بدعت و شرک و زلالت و هر آنچه از ادبیات فریبنده و شرمالود حوزه های شرکیه قم و نجف می باشد پاک و مبرا نگه دارد. و چون این چیزی ممکن نیست مگر با فهمیدن کتاب خدا که خورشید معنویت است. تلاوت آیه رو بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را انشاءالله. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. به یوسف بگفتند اخوان او، از برادر نزدیکتر کسی هست؟ ولی حسد ببین که چیکارا میکنه. به یوسف بگفتند اخوان او، بکردند با او چنین گفتگو که هستیم گرچه برادر، ولی بود عاشق یوسف خود، ولی برا دوست دار از ما بیشتر که از حب او هست دل ریشتر. چو بر عشق یوسف بگشت دوچار، بگردید گمراه بسی آشکار. به باید یوسف بریزیم خون، نماییم از این شهر او را برون. همین کار امروز صهیونیست‌ها در اسرائیل انجام میدن. صفیونیست های مده تشیع در ایران و در عراق و در سوریه و در یمن انجام میدن. سنت شیطانی در میان ظالمان همچنان ادامه داره. به باید یوسف بریزیم خون، نماییم از این شهر او را برون. که یعقوب چون از دو پسر، چون از پسر دور شد، نماییم او را طرفدار خود. یعنی در مقابل عمل انجام شده قرارش میدیم. پس از آن بگردیم پرهیز کار، بخواهیم شد صالح و راست کار. طبعا این یک وسوسه شیطانی بزرگه. از قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اصبح ان ابانا لفي ضلال مبين. یاد بیاور ای محمد علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام، آنگاه که گفتند برادران یوسف که یوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوب تره، با اینکه ما یک گروه قوی هستیم و یک جماعت قوی هستیم،
حتما پدر مادر یک گمراهی آشکاره. در این مورد گمراهی توضیح دادم قبلا و امروز هم توضیح خواهم داد. اقتلو یوسف، یوسف رو بکشید، یا در یک سرزمین نامعلوم تبعیدش کنید، دورش اندازید تا توجه پدر یک جا به سوی شما باشه و بعد از اون یک جمع شایسته میشید. الان به این مرحله رسیدن برادران یوسف که دارن توطئه میکنن در مقام چارجویی برای نابود کردن یوسف هن. اومدن یک کنفرانس تشکیل دادن بین خودشون برای که درد خودشون رو ظاهر کنن، برای اظهار دردشون یک مجلس تشکیل دادن، یک کنفرانس تشکیل دادن و اینا عبارتند است: روبیل اسم برادران یوسف، برادران ناتنی هن، شمعون، لاوی که جدی موسی بن عمرانه، یهودا، ایساکار، زبولون، دان، نفتالی، جاد، آشیر. همه این اسمها رو امروز در میان صهیونیست های قاصد میبینیم. اما بنیامین که برادر مادری یوسف کوچکه، قطعا در این کنفرانس شرکت نداره. اینها با این اندیشه خام، با این خیال غلط، با این وسوسه، با این خیال پردازی که مبادا یوسف، یوسف کودک با خوابی که دیده بر ما ریاست کنه، نبوت به او منتقل بشه، برکت خدایی را که به پدر داده و همون رسالته، نه امامت دروغین امام تراشان دجال، این نبوت نصیب یوسف بشه، یوسف اون از پدرش به ارث ببره، مثلا چون به خاطر خوابی که دیدن. این برداشت های غلط باعث شد که خطاهای بزرگتری انجام بدن، یک حوادث ناگوار دیگری رو وجود بیارن. حضرت یعقوب علیه و نبینا الصلوات و السلام بدبینی فرزندانش رو حس کرده بود، بدبینی برادران یوسف حس کرده بود. پدر بچه‌هاشو میشناسه، لذا یوسف رو با خودش نگه می داشت. این رقابت طبیعی که میان برادران، خصوصا برادرانی که ناتنی باشند، برادرانی که از زنان و مادران دیگرند، که همه پیر شدند یا مردند، مهر و رابطه شون از بین رفته، فعلا علاقه پدر منحصر شده به زن جوان و به همین جهت هم روز به روز به حسد و بدبینی برادرانش نسبت به یوسف بیشتر میشه، تا جایی که نمیتونن حتی از اظهار چنین بدبینی خودداری کنن، یعنی یه مرحله جلوتر آمدن. اومدن یه کنفرانس تشکیل دادن، یه انجمن بین خودشون تشکیل دادن، در دل خودشون رو به هم دیگه میگن که یوسف و برادرش اصلا کاری ساخته نیست، چرا پیش پدر محبوب تر از ماست، پدر از دسترنج ما که ما بزرگتریم، مردان نیرومندیم، کار کنیم، میخوره وسایل آسایش رو ما فراهم میکنیم. نمیگن که اینا همه ارث پدره، همه زحمت های قبلی پدره، ما باید زحمت بکشیم، پدرمون با فرزند کوچکش و راحیل مادرشون به اشنوش و خوشگذرانی بپردازه، قدر زحمت های ما رو ندونه. همه وسوسه های شیطانی، ظاهرن منطقی ها، و قدرت و قوت ما رو به هیچ حساب کنه. پس پدر ما گمراه شده. یعنی چی گمراه شده؟ یعنی فریفته راحیل گشته، عاشق راحیل شده، مادر یوسف. متاسفانه برادران یوسف توجهی به مقامات معنوی یوسف، به نبوغش، به استعدادش نداشتند. اما حضرت یعقوب علیه و نبینا الصلوات و السلام
روح نبوت و استعداد الهی رو در فرزند کوچکش مشاهده میکنه، بخصوص بعد از این خوابایی که دیده. شاید هم از جانب خداوند مأمور بوده که یوسف محافظت کنه. ولی زمان میخواد به طور کامل اون تربیت کنه تا نبوت از این خاندان مبارک قطع نشه. اما ظهور هر گونه موهبت، هر گونه عظمت معنوی در چشم حسود مایه کینه بیشتر میشه، مایه عداوت بیشتر میشه. حسد دشمن حقه، ضد عدالت، ضد انصافه. انسان حسود حاضر نیست به لیاقت دیگران، به حقوق دیگران، به دیده انصاف بنگره، بخصوص به حق محسود. برادران یوسف حتی حق پدری را رعایت نکردند، شروع کردند بدگویی از پدرشون، انتقاد از پدرشون، اونو گمراه خطاب کردند. قطعا مقصود از گمراهی اینجا در دین نبوده. اگر مقصود از گمراهی در دین می بود کافر می شدن. یه پیغمبر رو گمراه حساب می کنن، همچنان که علی پرستان پیغمبر رو متهم می کنن که تو خودت اونو حرف ولایت علنی خیلی صریح و روشن نگفتید، تقصیر از خودته، کلیپاشو گذاشتن بارها. و اونا مقصودشون گمراهی در دین نبوده، و اگر چونی می بود قطعا کافر می شدن، بخصوص که در میانشون لاوی جد موسی عمران، موسی بن عمران علیه و علی نبی صلی و السلام قرار داشت. پس مقصودشون از زلالت، زلالت عرفیه، گمراهی عرفیه، یعنی از روی منطق و عقل کار نمیکنه، مغلوب محبت یوسف و مادرشه، مقصودشون اینه. لیکن برای که آسود خاطر بشن در انجمنشون، در کنفرانسشون، در گرد هماییشون مشورت کردند که چیکار بکنن. سه رای پیشنهاد کردن. یک، اینو بکشید، ترور، همین کاری که روش همیشگی قلدران دنیا به خصوص ولایت تراشان مدعی امامت می باشه. دومین پیشنهادشون، یه جای دور تبعیدش کنید. سومین پیشنهادشون، هر اینا 11 نفرن، هر کدوم یه رأی میده، در یه چاه بندازیدش، در مسیر قافله باشه. اون موقع رسم بر این بود که هر که را که بگیرند اسیرش میکنن، برده در میاد و یوسف بر همیشه برده میشه، بنده میشه. نتیجه مشترک این آرا چه شد؟ همون مفارقت ابدی و جانسوز بین پدر و فرزند دلبندش. رأی اول که قتل یوسف باشه از همه بدتر بود. صاحبانش هم جسورتر و بیباکتر بودن و اکثریتشون هم این رأی دادن در ابتدا. لیکن رأی دوم و سوم آسان‌تره. اما حق زندگی، حق آزادی یوسف بیگناه ازش سلب میکنه و این نظرها، این آرا مجازات بدترین جنایتکاران جهانه. اگر یوسف در دست دادگاه های انقلاب شیعیان ایران می بود، از این هم خیلی شدیدتر محاکمش میکردن، کسی صداشو نمیشن، ترورش میکردن، همچنان که صدها نفر رو ترور کردن، هیچ کسی خبر نداره. این طفل معصوم گناهی نداشت، نسبت به اونها سوء قصدی نکرده بود، سراحی بر نداشته، خلافی مرتکب نشده. لیکن حسد
اونها رو وادار کرده که چنین ستمکار باشن، با چنین قصاوتی برخورد کنن، همین کاری که خامنه‌ای میکنه. و بیشتر جنگ ها و خونریزی ها و قصاوت های خانمان سوز دنیا ابتداش از همین حسد شروع میشه، آغازش حسده. و رضا قنا اقتلوا یوسف، این رأی بود که در ابتدا باش اتفاق کردن، در ابتدا با قبل از رأی گیری از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما. امروز خونهای پاک و معصومی را که خونخاران داعش و امثال داعش و تکفیری ها در افغانستان می ریزند، در کشورهای عربی ریختند، در سوریه و عراق ریختند، همه به چشم خود می بینیم. ولی بارها و بارها گفتم که ریشه این خونریزی ها در بیت خامنه ای است. اگر CIA، اطلاعات ایران، دستگاه امنیتی عراق و سوریه نمی بودند، چیزی به نام داعش وجود نداشت. باور نمی کنید؟ ببینید نتیجه رو که ببینید که نتیجه به نفع کی تمام شده. لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما. مؤمن همچنان در وسعتی از دین قرار داره مادامی که خون حرامی رو نریخته. ریختن خون حرام از خراب کردن خانه کعبه بدتره. ورز قرآن کریم در سوره مائده می فرمایند: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. بشنوید ای قبر پرستان، بشنوید ای متصوفه سیفی موحد کش، بشنوید ای صوفیان هر جایی که واحدان رو میکشید یا بیرون میکنید یا تنگ میارید، از مسجد مکی گرفته تا که یک نفر سلفی و غیر موحد را نذاشتن، و اگر همون فرصتی را که بر صوفیان پیش اومده بر صوفی عبدالحمید بر صوفی قاسم پیش میامد، همین کار را میکردند. افکار یکیست. شرایط فرق میکنه فقط. و علی زدن کفتن یعنی چی؟ من قتل نفسا بغیر نفس. این خونهایی که الان در افغانستان دولتی که خودش اسلامی اعلام میکنه هنوز جا نگرفته، برید رهبرانشو بکشید. چرا؟ به چه گناهی؟ چون موافق رای شما نیستن. هر که موافق رای شما نشد کافر شد. تکفیریت همینه، خارجیت همینه، نفهمی دین همینه. فرق نمی کنه که از داعش باشه یا صوفیان و سیفی باشه یا از هر کسی باشه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. هر کسی یک خونی رو بکشه، یک نفر رو، کسی که گناهی نکرده، یا به خاطر فساد در زمین، گویا که همه مردم رو کشته، گویا که بشریت رو کشته. کسی یک نفسی رو زنده بکنه، اسلام اینه، اسلام قرآنی اینه، اسلام اهل سنت سواد اعظم مسلمانان اینه، اسلام خوارج و روافض خور آشامی است. در همه تاریخ هم اینجوری بوده. صوفیان عثمانی 400 نفر امیر و عالم موحد اهل سنت را در وقتی که در ایران گرفتند کشتند، به خاطر همین تنگ نظری های صوفیان سیفی که داشتند. اونا هم تنگ نظری داشتند، همچین برداشتی داشتند
کپتن نماینده انگلیس از هند اومد اونجا جشن گرفت باشون، در جشنشون شریک شد با محمد علی باشا. و من از دولت طالبان خواهش میکنم که این تفاوت ها را درک بفرمایید، غیر مقلدان و اهل حدیث را با خونخاران خوارج یکی نگیرید. این که در غیر مقلدی شریکن این دلیل نشد. و از آقای مولانا سبقت الله خواهش میکنم که تجدید نظر کنند در ریختن خون دیگران با تحریض شریک نشند. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. همه اینه که خون میریزن این آیه رو میدونند، همه اینه که موحد میکشند این آیه رو میدونند، همه اینهایی که همین صوفیان سیفی که مولانا متوکل کشتن این آیه را میدونند. لیکن خطا در کجاست؟ در منهج، در روش یک، و وسوسه شیطان دو. انسان وقتی انسان بیگناهی رو میکشه، یه طفلی رو، یه نمیدونم این انفجارهایی که میاد، چه بسا در میانشون یه شخصیت بزرگ باشه در آینده. شاید این شخصی که شما کشتی در آینده یک مصلح اجتماعی باشه، یک عالم ربانی باشه. وقتی شما اونو میکشید گویا که بشریت کشتید. وقتی که هدایتش میکنید گویا که بشریت رو هدایت کردید. یک نفس مشرکی رو، قبر پرستی رو به سوی خدا آوردید. یه کسی رو که پیرپاتال صدا میکنه به سوی خدا خوندید، خدا پرستش کردید. کسی که امام و بهمان و کفت زهرمار میخونه اومدید خدا پرستش کردید، در همون راهی که خود امام رفته رسوندیش. این احیای مردمه. چه بسا که انسانی به دست هدایت بشه، چه بسا با هدایت ده ها نفر و صد ها نفر دیگه هدایت بشه. وقتی تو یه نفر هدایت کردید، همه اونها در صحیفه اعمالته. ولذا تاجدار رسول می فرماد که ای علی، اگه خداوند یک انسانی رو بات هدایت کنه، بهتر از اون چیز دنیا و مافیهای، بهتر از اون چیزیست که خورشید برش طلوع کنه، بهتر از شترهای سرخ مثلا، بهتر از دنیا و مافیهاست. چرا مردم، چرا دعوتگران، چرا احزاب اسلامی غالبا از این امیدهای بزرگ دست برداشتن؟ زاهدن، همش کرسی و کرسی و کرسی. هدایت یک انسان از دنیا و مافیا بهتره. از آنچه که اینا سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلمه، از آنچه که خورشید براش طلوع میکنه بهتره. مثلا شما مالک همه خانه های تهران باشید، هر خانه چند میلیونه، همه بازارهای تجاری مال شما باشه، هر متر چنده، مالک همه شهرهای ایران باشید چقدر، مالک همه کارخانه ها و وسایل ترفیه باشید، مالک همه خونهای زمین باشید در چهار قاره با این شهرها، با بازارهاشون. با این حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند در حدیث دیگر که از ابن سعد روایته، والله لن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، همچون که امام ابن داود نقل میکنه، به خدا قسم که اگر یک شخصی رو خداوند به وسیلت هدایت کنه، از شترهای قرمز اون موقع مثل توپ تانک که امروز می بود برات بهتره. چرا مردم از چنین پیشنهادهای بسیار جالبی دوری میکنند؟
انسان وقتی چیزی رو میآموزه به دیگران بیاموزه، آیه رو فهمید به دیگران بیاموزه. از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت که حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، همچنان که امام بخاری علیه الرحمه نقل میکنه، بهترین شما کسی است که قرآن رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده. قاری قرآن غمگین نمیشه. کسی که قرآن رو بیاموزه و به دیگران یاد بده تا لحظه مرگ خرفت نمیشه. علم بهتر از ماله، همچنان که علی رضی الله تعالی می فرماید علم نگهبان خودته و تو نگهبان مالید. مال با نفقه کم میشه و علم با انفاق بیشتر میشه. یا کمیل ما تخزان المال و هم احیا، ای کمیل، بانکداران خازنان اموال زنده اند و مرده اند، در اوج زندگیشون مرده اند، در اوج جوانیشون مرده اند، والعلماء باقون ما بقی الدهر، عالمان راستین با تا زمانی که دنیا هست هستند، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. خودشان نیستند لیکن علمشون، امثالشون، راهشون، روششون در دلها زنده هست. کسانی که فتوای قتل ابن تیمیه رو دادن کی میشناسدشون الان؟ کسانی کتابهاشو سوختن از صوفیان اون زمان که با دولت بودند، کی اونها رو میشناسه الان؟ شما میشناسید؟ چون و همین ابن تیمیه سه تا دولت بر اساس کتاباش و افکارش بنا شد. جوجه را آخر پاییز میشمرند. خداوند که به هرچی بخواد برکت میده. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یوسف رو بکشید یا تبعیدش کنید. در عربی مثالی هست، بعض و شر احمر من بعض. شر درجات داره، کفر درجات داره، همچنان که ایمان درجات داره. یا بکشیدش، ترورش کنید، یا تبعیدش کنید. اردن، این اردن نکره، یعنی در جایی که شناخته نباشه، کسی او رو نشناسه، تا اینکه دوباره به پدرش باز نگرده. یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوم صالحین، از چهره پدرتون دور میشه، بعد از اون صالح میشید. این تفسیر شیطانی است، وسوسه شیطانی است. تفکیر نادرست همینه. از ابتدا قصد معصیت دارن و در انتها قصد توبه، و این موضوع خیلی خیلی دقیقه. هر کدوم از من شما مثلا میتونیم بگیم که این گناه ها انجام میدیم، بعد توبه میکنیم و خداوند توبه ما رو میپذیره، بعدش نیک میشیم. این محاله. با نقشه برنامه معصیت کنیم، محاله توبه کنیم، توبه نصیبت نمیشه. توبه وقتی قبول میشه که شما بدون نقشه به معصیت بیفتید، یعنی بدون قصد معصیتی کردید. اما وقتی با نقشه و قصد
اومدی خون ریختید، کجا توبه نصیبت میشه؟ این نقشه کشی است، یه برنامه ریزی است. بعضی که برادر رو میکشیم، پدر در مقابل یک امر انجام شده قرار میدیم، بعدش توبه میکنیم، خداوند هم توبه پذیره، بعدش هم قوم صالحی میشیم. این خنده آوره واقعا. وقتی کسی چنین نقشه بشینه، گویا که داره خاکم به دهن خداوند جل جلاله را به استهزا میگیره. خداوند جل جلاله میفرماند که اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. وقتی کسانی که به آیات ما ایمان دارن پیشت میان، بگو سلام بر شما، خداوند بر خودش رحمت نوشته، رحمت بر خودش فرض کرده. اونی که اگر کسی عمل بدی رو با جهالت انجام بده، نه با نقش ریزی، یعنی شیطان فریبش داد، غلبه کرد براش، ثم تاب من بعده، بعد از اینکه با جهالت نه با نقشه اومده توبه کرده و اصلاح کرده، بعدش خداوند غفور رحیمه. ولی عمل بد که انسان معصیت انجام داده با نقشه نبوده، بلکه از سر نادانی و غلبه بوده. اما این که من این معصیت رو انجام بدم بعدش توبه میکنم، توبه هم قبول میشه و صالحا میشم، این نقش شیطانیست، استهزا به خداونده. از یه عالمی سوال کردند که این کار حرامه یا حلاله؟ گفت نه حرامه. گفت خب من انجامش میدم بعد توبه میکنم. گفت هیهات که توبه بکنی، توبه نصیبت نخواهد شد. برادران یوسف توبه کردن؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکون من بعده قوم صالحین. یکیشون که عاقلتر بود، گویا که به دخترینشون بود، این رأی نپذیرفت. و این موضوع رو ثابت میکنه که انسان مخیره، آزاده. بعضی ها گفتند که بهتره قتلش بکشیمش، ترورش کنیم. بعضی ها گفتند نه، تبعیدش کنیم. انشاءالله که این موضوع رو در جلسه بعد بیشتر از این توضیح خواهم داد، اگه خدا عمری بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.